دوستان عزیز، حضار گرامی، مجامع اسلامی ایرانیان به شما خوش آمد میگوید. جلسه امشب ما همزمان با 40مین سالگرد انقلاب بهمن 57 در ایران است. انقلابی که مردم ایران در سودای دست یافتن به عدالت و با لوای آزادی و استقلال به پا خواستند و یک نظام چند هزار ساله را برچیدند. اما اینکه آیا آن آرمان و آرزو محقق شد یا نه و چه عواملی موجب شد که آب به سراب مبدل شود و صدها پرسش دیگر. امشب ما از نخستین رئیس جمهور ریاست جمهوری ایران دعوت کرده ایم تا از نظر و تجربیاتشان بهره مند شویم. موضوع بحث امشب ما پیرامون مردم، انقلاب، اندیشه راهنمای انقلاب و قدرت است. اندیشه راهنمایی که توانست یک جنبش همگانی ایجاد کند و یک انقلاب بزرگ را محقق سازد. چگونه در دایره قدرت گرفتار شد؟ انقلابی که آزادی و استقلال شعارش بود و طالب یک نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت بود، چرا بدان دست نیافت؟ چه شد که استبداد دینی اریکه ی قدرت را به دست گرفت؟ و پرسش های بسیار از این دست. برنامه امشب پس از سخنرانی آقای بنی‌صدر بحث آزاد است و حضار می توانند نظرات یا پرسش های خود را مطرح نمایند، البته در چارچوب موضوع جلسه. قبل از شروع به آنانی که در این راه برای اطلاع وطن از بذل جان دریغ نکردند و به شهدای راه استقلال و آزادی ایران ادای احترام کنیم. یک دقیقه با هر کس با ادای احترام با آینه. خواهش میکنم. از جناب آقای بنی‌صدر تقاضا میکنم که تشریف بیارید. سعی می کنم امشب موضوع انقلاب رو به ترتیبی توضیح بدهم که همگان بتوانم بیازمایم. از راه آزمون و آزمایش ببینیم که چرا انقلاب به دنبال خود استبداد باز آورد و استبداد بازسازی شد. کیا قربانی شدن؟ قربانی های بازسازی استبداد کیا بودن؟ اما خود انقلاب امری نیست که ایرانی ها تنها انجام داده باشند یا یک بار در تاریخ ایران رخ داده باشند. امر واقع مستمری است در همه جامعه ها و اگر قرار بود تاریخ ایران
که تاریخ سلطه‌گران و مستبد بر وطن ما بوده است جاش میداد به تاریخ مردم ایران، سلسله جنبش ها به هم میپیوست. نسل امروز میده که نسل های پیشین به یمن این جنبش ها حیات ملی را نجات دادند و ادامه اون رو تضمین کردند. در همین قرنی که گذشت مردم ما سه بار جنبش همگانی کردند. از این نظر در جهان بیمانندند. اما هر سه بار این جنبش نیمه تمام شده. حالا می‌پردازیم به اینکه چرا اینطور شده. انقلاب در واقع وقتی روی می‌دهد که پایین یعنی جمهور مردم می‌خواهند خود را از شطر بالا یعنی پشت‌های مسلط برهند. اینکه شما در انجیل می‌خوانید که آخری ها اولی ها خواهند شد، یا در قرآن می‌خوانید که مستضعفان امامان روی زمین خواهند شد، یا در نظریه مارکس و مارکسیست ها طبقه کارگر رو صاحب رسالتی می‌یابید که تاریخ را به نظام طبقاتی در جامعه های بشری پایان خواهد داد، همه با برمیگرده به این امر واقع که انقلاب وقتی واقع میشود که پایینی ها میخواهند خود و از شر بالایی ها برهند. چرا اینطوره؟ به لحاظ اینکه اگر قرار بود که پایینی ها جنبش کنن فقط برای اینکه جانشین کنن اون بالایی ها رو، باید دسته دیگه اون مدار بسته سر جاش بود و رابطه بالا پایین به ناگزیر همیشه در همه جامعه ها رابطه قواست. بالا مسلطه و از راه به کار بردن از اون پایین رو مهار می کند و به گمان خود اون رو به ترتیبی که می خواهد راه می برد. حالا اگر یک انقلابی در این خلاصه بشود که بالا تغییر بکنه، معناش اینه که اون پایین اراده خودشو، قوه رهبری خودشو، استعداد رهبری خودشو کاملا منطبق بکند با اون بالا. مثل که الان ولایت مطلقه نداریم، یکایک ایرانی ها تابع این رهبریشون رو تابع این رهبری آقای خامنه‌ای بکنه. خود این یک خشونت نزدیک به مطلقی است. اگر کاملا این انتباه انجام بگیره خشونت مطلقی، زور مطلقی. و این زور تخریب خودش تخریب بزرگ، تخریب های دیگری را هم به بار می آورد، همونطور که ما امروز بعد از 40 سال می بینیم. اگر قوه رهبری پایینی ها مسخر قوه رهبری بالایی ها بشود به طور کامل، این توتالیتاریسم همینه.
استبداد فراگیر همین است. اما این در عمل تحقق پیدا نمی کنند. گرچه ما در قرن بیستم هم توتالیتاریسم در همین قرن وجود داشته، پیش از اون هم در جامعه های دیگر. از این روز که در جامعه ها هر اندازه پایین از مهار بالا بیشتر رها باشه، آزادتر است، مستقلتر، توانای رشدش بیشتره، اون جامعه پیش میره. و به عکس هر اندازه مهار بالا بر پایین بیشتر باشه، اون جامعه نیروهای محرکش در تخریب به کار میفتن، به جای رشد بیرانتر میشن. ایران دوران پهلوی و ایران دوران ولایت مطلقه فقیه این واقعیت را میگوید. حالا اگر ما بیاییم و یک آزمایش انجام بدیم، بپرسیم که این رابطه بالا و پایین که ما گفتیم ویرانگری به بار می آورد، این چگونه مداری رو ایجاد می کنه؟ خب هر کسی می تونه با در زنگیر دیگیش، البته هر کس از ما عصبانی شدیم، دعوا کردیم و می دونیم وقتی که دعوا می کنیم و رابطه قوا برقرار می شود، مدار بسته است بین دو نفری که با هم زورآزمایی می کنیم. وقتی اون بالا مها پایینه میخواد مهار کنه، مدار بسته است. و انقلاب همه به این نتیجه رسیدن در جامعه های مختلف، محقق های مختلف، که انقلاب بیرون آمدن از این مدار بسته است، به این دلیله. و جامعه چه در اون مدار بسته گرفتار یأس، گرفتار احساس ناتوانی است، گرفتار عقده خود کم تبینی است، وقتی این از این مدار خود رو رها میکنه، شادی، امید، توانایی در خود میبینه. این حالت رو بهار انقلاب ها، بهارهای انقلاب ها در همه جامعه ها به خود دیدن. پس در اون مدار بسته ای که جز ویرانی و جز مرگ امکان ندارد، موندن اگر یک جامعه ای تصمیم گرفت که بمونه تو این مدار. اون جامعه های زیادی هم بودن که منفعل ماندن، کارپذیر ماندن، منهدم هم شدن، از بین هم رفتن. انقلاب یکی از دو سرنوشته، یکی دیگرش هم مرده، مرد جامعه هاست. اگر به موقع بر نخیزن به اون مدار بسته رو نگوشایم و خود رو از اون مدار نرهند و به سلطه بالا بر خود پایان نبخشند. خب حالا این انقلاب که این جنبش پایین است برای رهایی از بالا، حتی مال انقلاب فرانسه ها که میگوین بورژوازی رهبریش میکرده، هم یک انقلاب است برای رهایی از اون طبقه پیشین که اون رو برانداخته و طرحی نو در افکنده، اون جامعه فرانسوی
تایی مراحل کرده و وضعیت امروز داره. برای اینکه این جنبش از پایین به هدفهای خود برسد، اون هدفها، اون اصول راهنما میباید اصول باشه که این جنبش کنندگان یعنی پایین بتونه بهش عمل کنه. اگر نتوانست بهش عمل کنه، حرفایی بود که اون پایین نتونست به عمل بهش عمل بکند، تحول پنجام نمیگیره. پایین نمی آموزد زندگی در استقلال و آزادی رو، تنظیم رابطه ها رو با حقوق نمی آموزد. نتیجه امکان بازسازی استقلال فراهم می شود. انقلاب هایی که بعد از خود استبداد به خیش دیده اند به این دلیل است. انقلاب ایران 20 اصل می داشته که 19 اصل از این 20 اصل رو آقای خمینی در همین فرانسه خطاب به جهانیان از طریق وسایل ارتباط جمعی اظهار کرده و به اونها متعهد شده. اون 20 اصل رو در این کتاب انقلاب من گرد آوردم، یعنی آوردم با منابعش. یکی از اون 20 اصل هم نیست که تصدیش با بالا باشه. همه اون 20 تا رو تصدیش باید با خود مردم می‌بود. به این دلیل است که آقای خمینی یکی از اون 19 تایی هم که اعلام کرد بهش عمل نکرد. خیلی راحت هم گفت که من از راه مصلحت در فرانسه یک صحبت هایی رو کردم، خود رو متعهد به اونها نمیدانم، لازم بشود عکسش هم میگم، عکسش هم گفت و کرد. در این 40 سالی هم که از اون انقلاب میگذرد، گروه های زیادی ائتلاف کردن و به اصطلاح یک برنامه عملی، اصول راهنمایی هم امضا کردن، انتشار دادن. اگر در اون اصول راهنما توجه بکنید، دلیل ناکامی ها رو میابید. چون اونهایی که بالا باید بهش عمل کنه، نخبه ها باید بهش عمل کنن، خب مردم عادی اونا نمیفهمن، نمیشنون، نه به کارشون میابید. پس اون همگان نمی پیانده بشه. اونا هم که پایین باید عمل بکنه تو اونا نیست. اونا باید در رده با هم میشه یه چیزی امضا میکنن. بعد از چندی هم ویل میکنن میرن دوبار کارشون. 40 سال زمین مانده. بدیلی که بتوانه الگو باشه برای اون جمهور مردم. امروز در کتاب این آقای آلن تورن در دفاع از مدرنیته ایشون میگه سوبژکتیواسیون توضیح میده که این چه چیز هست. میگه یعنی شما اگر خواستی با الگویی خود رو این همانی بین خود و اون الگو به وجود بیاری، اینو بهش میگن سوبژکتیواسیون. از الگوی نقش مهم داره در زندگی جامعه های بشری. جامعه امروز ایران به بدی و مسابه الگو نیاز داره که این بتوانه جامعه بگه اگر خود او عمل کند اینطور می شود. راهکارها، اصول راهنما می باید اصولی باشن که مردم بتونن اونها عمل کنن. اگر نه، کارایی پیدا نمی کنید. حالا ما دو تجربه رو با شما در میان می گذارم. با هم راجبش فکر کنیم، اول ببینیم به اگر مردم ایران این دو تجربه رو انجام بدهند چه پیش میاد.
یکی از اونها رابطه انسان با قدرت که زندگی روزمره همه ماست. تنظیم رابطه با قدرت، یا بهتر دقیق تر بگیم رابطه های بین در جامعه، وقتی بیشترین رابطه ها رو قدرت تنظیم کرد، اون جامعه جامعه‌ای می شود که میزان تخریب بالاتر از میزان تولید میشه و گرفتار ویرانی و مرگ میشه. حالا همکنون که ما داریم بحث میکنیم و در فرانسه هم هفته هاست جنبش وجود دارد، وارد کم و کیفشت هم میشوم، اون جامعه شناسان، سیاست شناسان به احسا گشودن، از جمله راجع به همین که ما یه جامعه درست کردیم، جامعه فرانسوی و جامعه های دیگر غربی، که در این جامعه ها بیشتر رابطه ها رو قدرت تنظیم میکنن. آخه این حقوق انسان گفتیم، نمیدونم حقوق شهروندی گفتیم، اینا چقدر نقش دارن در تنظیم رابطه ها؟ کم شده. نقش قدرت در تنظیم رابطه ها بیشتر شده. نتیجه اولش از در بعد اقتصادی که به قضیه نگاه کنیم، میزان مصرف بر تولید فزونی گرفته. در همه جامعه ها، جامعه های غرب و جامعه های ما که خیلی بیشتر از غرب. حالا اگر نسل امروز بیاد و این رابطه با قدرت رو به این ترتیب به اصطلاح آزمایش کنیم، یک رابطه داریم، رابطه قوا، یه ترکیب داریم که در این رابطه قوا به کار می رود، عموما رابطه رو فراموش می کنن، همون ترکیب رو اسمش می گذارن قدرت. اون ترکیب زور است و پول است و علم است و فن است و حالا بنابر مورد یک چیزای دیگه هم هست. اما این اینا که گفتم در همه این ترکیب ها وجود داره. حالا اگر این نسل بیاد و این زور از این ترکیب خارج کنه، نه اول بیا میگیم که اگر این زور رو بیشتر کنه در این ترکیب چه پیش میاد؟ اول اون مدار بسته تر میشه. نتیجه میزان تخریب به دو، میزان تخریب افزایش پیدا میکنه. سه، جبر تکرار. جبر تکرار ویرانگرتر میشه. و چیه جبر تکرار؟ در جامعه سرمایه‌داری هم این جبر تکرار وجود داره. اون این است که اون بالایی ها، اون جبار که با این پایین جامعه رابطه قوا برقرار می کند، به جبر این تخریب رو تکرار می کند. نگاه کنید به حکومت آقای خامنه‌ای، اون پایین هم که در این روابط قواست، هم گرفتار این تخریبه، هم خود در تخریب شرکت می کند. اینه که جامعه های ما گرفتار جبر مضاعف می شوند. یه طرف اون رژیم تخریب می کنه، یه طرف پایین. خب اگر حالا این تجربه کنندگانی که نسل امروز هستن در همون حالی که میزان زور رو در ترکیب بالا میبرن، علم و فن هم بالا ببرن، خواهند دید که میزان تخریب به طور تصاعدی بالا میرود. چون شاعر حق داشت که میگفت چو دوز زیبا چراغ آید، گزیده تر برد کالا. این میزان تخریب بالا میبرد. حالا تجربه دومی انجام بده همین نسل، فرض کنیم که در اون ترکیب
که زور رو برداشت بقیه رو بخواد به کار ببره. اینجا متوجه می شود که به کار بردنی نیست. یعنی ترکیب علم، فن، پول، منهای زور به کار بردنی نیست. اما اگر شما جای زور رو دادی به حقی از حقوق، یه ترکیبی می شود به کار بردنی، چون تنظیم می کنه رابطه رو، رابطه هر با هر رو بین فرد با فرد، گروه با فرد، گروه، جامعه با به اصطلاح دولتی که بهتر است که اگر نبود خیلی بهتر بود، ولی خب ولی هست. بنابر روابطی که می دانیم و الان در وضعیت نیستیم که به اتاق بپردازیم، دولت بپردازیم. خب، پس ما به این با این دو تجربه می‌بینیم به اینکه اگر ما زور رو از ترکیب خارج کنیم، جاش حقوق رو بنشانیم، عموم مردم میتونن به کار بردنی میشه برای همه، مدار بسته میشه باز رو در روی ها و کاهنده میشه همسویی های فضاینده. اون جامعه هایی که رشد کردن این گونه به مقداری که این ترکیب تغییر کرد اونها رشد کردن. وقتی که دوباره باز اون نور آمد جای حق رو گرفت، این میزان تخریب بالا. از این دید که بنگریم میتوانیم بفهمیم چرا راست افراطی در جامعه های غربی قوت میگیرد. چرا آقای ترامپ به ریاست جمهوری امریکا میرسد؟ یا در برزیل اون آقا میشود رئیس جمهوری؟ حالا اگر این تجربه کنندگان عزیز ما کار این رو رها نکنن، تجربه رو ادامه بدن، و ببینن که اگر تنظیم رابطه ها رو حقوق انجام داد چه وضعی پیش میاد. اگر این تجربه رو بکنن ببینن که مدار باز میشه دیگه، مدار بسته نیست دیگه، چون همه حق و عمل هم میکنن، رابطه ها هم حقوق تنظیم میکنه، زوری نیست که تخریب بکنه، که اون ترکیب هم نیست که تخریب بکنه. آیا در همچه جامعه انقلاب ممکنه؟ هرگز. پس این نیایید بشینیم بشینم بگویم آقا این مردم ایران 40 میلیون جاهل بودن، نمیدونستن چی میخوانو انقلاب کردن. اگر اون مدار بسته نبود که ممکن نبود این انقلاب. وقتی که مدار بسته می شود دوباره باز می گردن به اون تجربه، یا مرگ سرانجام کار یا انقلاب، سومی هم وجود ندارد. جامعه اگر نخواهد تن به مرگ بدهد، شما ببینید چه کار دیگری میشه کرد برای غیر از شکافتن این مدار بسته و بیرون آمدن. اگر کار دیگری هست بگید که خود این جامعه این کار دیگر چرا نکرد. حالا این اصلاح طلبای امروز و اون روز هم این کتاب راجع به آقای امینی فرزند ایشون نوشته، داشتم اون رو میخواندم و یاد داشته هم داره آخرش راجع به روزهای انقلاب، ولی ایشون خودش هم اصلاح طلب بود و مال اون دوره.
یک دلیل اینکه در نظام‌های بسته اصلاحات ممکن نیست همینه، چون مدار بسته، در مدار بسته جز تخریب ممکن نیست. حالا نگاه کنین آقای دوره آقای خاتمی رو، اینم دوره آقای روحانی رو، آیا این فراینده یا بگیم پویای تخریب متوقف شده؟ ایران بیابان نمی شود؟ فقر گسترش پیدا نمی کنه؟ خشونت فراگیرتر نمی شود؟ چون در مدار بسته ممکن نیست. حالا غیر از اینکه اصلا اون محورش هم ولایت مطلقه است، خلاف او نمی شود اصلاحی را انجام داد. روانشناسی مردمی که در مدار بسته زندگی می کنند روانشناسی ناتوانی است، یأس درماندگی است، احساس تحقیر است. و انقلاب در واقع خود رهاندن است از تحقیر. هیچ چیز کشنده تر، ویرانگر تر از یأس، تحقیر، احساس ناتوانی هست. اگر اینها در یک جامعه نباشد چگونه این جامعه دست میزند به انقلاب؟ اما حالا در این کتاب انقلاب عواملی که میباید در رژیم پدید بیاد و عواملی که باید در جامعه پدید بیاد تا انقلاب ممکن بشود رو گرد آوردن. اگر اون عوامل فراهم نیایند انقلاب ممکن نمیشود. انقلاب اینجوری نیست که یه عده تصمیم بگیرن ابلاغ کنن مردم پاشید برید انقلاب کنید. حالا که این 40 سال گذشته دروغ زیاد میگن که گویا این انقلاب رو آقای خمینی تصدی کرده. آقای خمینی اولا در سال 42 به شاه تلگراف کرده بود خداوند ایران رو از انقلاب حفظ کنه. از ایشون هیچ وقت فکر انقلاب تو کلش نبوده. تازه بعد هم که مردم به جنبش در آمدن هی مرتب به این آقا در نجف میگه آقا عمل بفرمایید. میگفت که من ممکنه روی سنگ روی زخ سنگ روی یخ روی سنگ بشم، سنگ روی یخ بشم. برای اینکه این از کجا که این مردم به جنبششون ادامه دادن. در چهلوم تبریز اولین اعلامی این آقا دارم. حالا این شده سند، انقلاب شده به سند به نام ایشون ثبت شده. مردم ایران یک جنبش همگانی کردن بدون اطلاع و اجازه هیچ بالایی. خب حالا این انقلاب شده، ما الان در این وضعیت هستیم. چند تا عامل دیگه ببینیم اینا، این عامل ها کدام ها قربانی شدن، قربانی کننده کدام بوده؟ یا عامل قدرت، عامل دوم حقوق اندیشه راهنماست، عامل سوم مردم، چهارم گروه ها، گروه بندی های سیاسی، پنجم هم دولت. انقلاب اینا رو در یک رابطه جدید قرار میده. در بهار انقلاب هم اینها در یک رابطه جدید قرار گرفت. اگر اون اصول بیستگانه رو مردم بهش عمل کرده بودن اون وقت دو تا طرح وجود داشته. همراه با اون اصول بیستگانه طرح شوراها به آقای خمینی داده شد.
بعد معلوم شد یه طهر محرمانه هم وجود داشته، اون همون به اصطلاح تحول از بالاست، یک رهبر با اختیارات مطلق، یک شورای انقلاب تابع اوامر ایشون، یک حزب سیاسی برای مهار مردم و ستون‌پایه های قدرت. این دومی عمل شد، اون اولی نشد، اما این مردم شوراها تشکیل داده بودن با اون اصول بیستگانه از جمله حقوق انسان خودشون عمل میکردن. با تحول انجام گرفته بود و امروز دیگه ما در استبداد نبودیم و این صحبت قربانی های انقلاب هم نبود، که خود انقلاب هم یکی از اون قربانی هاست. حالا نگرفته. اگر حقوق از ابتدا تنظیم کننده رابطه ها می شد، به ترتیبی که روزی دادیم، بازسازی استبداد غیر ممکن می شد. اما نه، حقوق تنظیم کننده رابطه ها نشد. چون نشد و قدرت همچنان تنظیم کننده رابطه ها برجاموند، امکان بازگشت بازسازی استبداد وجود داشت. با وجود این، همه انقلاب ها که این وضعیت رو به خود دیدن، تنها انحصار به انقلاب ایران نداره، یه واقعیتی را هم به ما خاطر نشان میکنن که با وجود این که این جامعه هنوز در اون روابط پیشین هست، بنابراین احتمال با امکان بازسازی استبداد وجود دارد، بدون مداخله عامل خارجی بازسازی استبداد میسر نمی شود. در اونچه که به ایران مربوط می شود، انقلاب مشروطه، کودتای رضاخانی، جنبش ملی کردن نفت، کودتای فرزند ایشون و جنبش 57، این زد و بندهای محرمانه که عنوان اکتبر سورپرایز ایران گیت و جنگ 8 ساله و گروگانگیری و اینها رو در واقع این صورت ملموس شد، گروگانگیری و جنگ 8 ساله و محاصره اقتصادی، اینها هم از عوامل تعیین کننده در بازسازی استبداد. خب حالا در جریان بازسازی استبداد، اقتصاد به انقلاب ما ندارد، همه انقلاب ها این رو که این ترتیبی که الان قربانیان رو به خود دیده است، همین انقلاب فرانسه دیده، انقلاب روسیه دید، انقلاب ایران دید، جای دیگه من دید. وقتی که قدرت بازسازی میشه، استبداد بازسازی میشود، قربانی اول فکر راهنماست. اول برای اینکه این قدرت باید توجیه کنه دیگه، اون اندیشه راهنما که اون اصول بیستگانه رو راهنما و هدف انقلاب ایران کرده بود، این به کار توجیه استبداد نمیاد، پس این باید بذاره کنار. حتی اون اسلام فقاهتی هم کفایت نمی کنه، باید اون هم بذاره کنار، بشه انقلاب چیزی اسلام ناب محمدی، که چیه این؟ محورش ولایت مطلقه فقیهه که اوجب واجبات است و اصلیست حاکم بر همه احکام، بنابرای نصر آقای نوشته آقای خمینی، که میتواند احکام دین را هم تعطیل کند، که اون آقای آذری قومی گفت حتی میتواند توحید را هم تعطیل کند. مرحوم بازرگان هم بهش یک نامونش که آقای این لطف فرموده خدا رو معاف بفرمون. پس این قربانی اوله.
قربانی دوم مردم هم این مردم خودشون ابتکار دارن انقلاب خودشون جنبش کردن خودشون با دست خالی جنبش کردن گل را هم بر گلو را پیروز کردن حالا بعد آمده جانشین این مردم شده برای حفظ همین انقلابی که مردم کردن کی؟ سپاه پاسدار و کمیته و دادگاه انقلاب و حزب و جمهوری اسلامی و برابر این قربانی دوم قربانی سوم حقوقی هستند که این مردم برای دست آوردن اونها انقلاب کرده بودن جوری که جور امروز داشتیم مدی رو گوش میکردیم حرفای آقای خامنه‌ای تو مجلس بر ضد من معلوم شد که جرمهای من یکی از جرمهای این بوده که طرفداری حقوق انسان میکنم و مخالف نهادهای انقلاب هستم و مخالف ولایت فقیه هستم جرم شد هر کسی سخن بگوید از حقوق انسان شد جرم یکی از اون مجرمها من بودم که شده عرض شدم به لحاظ اینکه جانبداری از این حقوق کردم از دموکراسی دوازت اونجا دلیل شمردم اینم قربانی سوم قربانی چهارم خود انقلاب برای اینکه استبداد بازسازی شد دیگه انقلاب کرده بودن مردم از استبداد برهن حالا گرفتار استبداد هم خب کی برنده شد؟ قدرت یعنی همون مدار بسته همون اقلیت حاکم اون اکثریت بزرگ که با از هم پاشیدن روابط اجتماعی قشرهای میانه هم به طور مرتب اون حجم قشرهای بیچیز رو فقیر رو بزرگ کرده خب حالا چطور مردم این قدرتی که این بلاها رو سر ازن انقلاب بود که از شر رو راحت بشید او رو اصلا کسی حبشه نمیزنه خود شدیم خود در تخریب خود میگیم انقلاب کار بدی بود ما کردیم عرض کنم به شما که حالا اسلام بد بود نمیدونم هرچی اون مردم که نادان بودن پیروزی که یه که میگه چیه دوست گفته بود که پیروزی جهل بوده بر عقلانیت و این وسط اون قدرتی که این همه بلا سر همه آورد کجاست؟ کسی اصلا میگه که این بلا چشم ابروه؟ نه چرا اینجا شده؟ برای که اولا خود اون رژیم البته این تبلیغات به نفعشه هر چی بگن که انقلاب بد بود خوب خوبه دیگه برای اینکه ایشون خیال شاهدی که مردم دیگه تکون نخواهند از ترسی که بدتر بشه هرچی هم شما بگی اون آقا اون آقای خمینی با نخه آقا ایشون حکومت اسلامی گفت نتونم ایشون در نجف ولایت فقیه تدریس کرد اسم کتابشو گذاشتن حکومت اسلامی آمد اینجا گفت ولایت با جمهور مردم هست گفت استقلال یعنی استرهایی هم از اون سلطه داخلی هم از سلطه خارجی یعنی هم مدار استبداد شاه بسته جامعه رو گفت این استقلال است رهایی از این هم از مدار سلطه امریکا حالا که الان امریکا محور سیاست داخلی خارجی ماست کشور رو با این تحریم ها وضعیتی
درست کرده برای مردم که میدونید. و اون جامعه هم میدن آقا ما ابرقدرت منطقه شدیم، مایی که استقلال نداریم، نه سیاسی داریم نه اقتصادی. بسیاری فکر میکنم این ابعاد ازدواج جدا از هم داره، اقتصادی بوده کاری به بعد سیاسی نه. نه آقا، اینا یه واقعیت، واقعیت اجتماعی یکیه، اینا چهار تا بعد داره، اینا از هم نمیشه جداشون کرد، بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. نمیشه شما اقتصاد استقلال اقتصادی نداشته باشی، سیاسی داشته باشی. ای داری، ما این هشتا جنگ چیه که ما تو گرفتارش هست؟ اون کسانی هم که از اون انقلاب زیان دیدن، اونا هم البته تبلیغ میکنن غافل از این که دارن آب به آسیاب این رژیم میدیدن که بله هر چه بلا سر ایران آورد انقلاب، حالی که خود انقلاب قربانی ها بشاره. اینا اونا که میخواهن به قدرت برسن از طریق دستیاری قدرت خارجی و خود این رژیم، طبیعتاً اینا تبلیغاتشون این است که مردم نادان هست. دوباره این روانشناسی تحقیر و ناتوانی و عجز و نادانی و همینجور هی القا میکنن شب و روز به این مردم. نتیجه این است که شب دراز این ویرانگری ادامه دارد. و ما اگر با این توضیحی که برای شما دادم و معلوم کردم که انقلاب رها شدن از اون مدار بسته است و جانشین کردن قدرت است با حقوق در تنظیم رابطه ها، جامعه را بخوانیم به این تغییر، دیر رو زود میکنیم و هرگاه بدیل نقش خودش رو این بداند که الگو باشد برای اون جامعه، الگوی توانایی، الگوی امید، الگوی شجاعت، الگوی رشد، ما میتوانیم مطمئن باشیم که این استبداد از میان برمیخیزد و ایران، مردم ایران حقوق پنجگانه رو باز می‌یابند که سخن را با این حقوق با پایان می‌برند. حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق ملی، حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی. جامعه ما می تواند هم از استبداد برهد و هم الگو بشود برای جامعه بشری. چنین با شادی و پیروزی شما را.